چطوری بچه ها، خوش اومدین به رادیو اکتیو زون. امروز این ویدیو قراره که به ترک جدید امیر خلوت ریاکشن بریم به همراهی داراب، که اگه شما کنم توی ترک قبلی هم با خلوت همکاری داشت، توی ترک قبلی مسلک هم با داراب همکاری داشت، یعنی داراب با مسلک همکاری داشت. اسم ترک دیگه چی کم است از لیبل لایرا، همون لیبلی که گفتم چند سال پیش ستارت خورد، لانچ شد واسه یه آلبوم پیر شدیم ولی بزرگ نه سه و دابل آلبوم جی جی و سی جل و خلسه، که بعد از اون دیگه خیلی ساکت بودن. دوباره فکر کنم داره شروع به فعالیت میکنه. یه ترک هم از مسلک پخش کردن، یعنی الان فکر کنم دومین ترکیه که دارن پخش میکنم. ما داریم به شکش میرین بعد از اون آلبوم. بذار ببینم، نکته خاص دیگه ای نداره. دارم هم بچه دوبار قبلا ریاکشن رفتیم بهش، خیلی صدای باحالی داره، مخصوصا اون ترکش با مسلک. من توی پلیلیست هم واقعا با صداش حال میکنم، یه جورایی شبیه مهیار اصلی میخونه که دیروز دیس شد. برو بریم ببینیم که این ترک ها بچه ها. این هم من بگم، من دیروز که ریاکشن رفتم به ترک دانیال، اگه ندیدیم بالا میذارم ببینید، یه سری الان از بچه‌های چه می‌دونم طرفدار شایعه اومدن یه کمپین توری زدن که آقا نمیدونم وایب منفی دارن میفرستن سمت من. آقا اصلا کار ما اینجا اینه که ریاکشن بریم دیگه. من سر قضیه هر دیس و دیسپکی که میشه اینجا پوششش میدم، خوبیاشو میگم، بدیاشو میگم، تحلیلش میکنم و 100% اگه پانچ قوی باشه ریاکشنم هم طبیعتا مثل اونه دیگه. گفتم آقا ریاکشنی که من میرم اینه، مثل این میمونه که دوربین چه خاموش باشه چه روشن باشه، چه من سوار اتوبوس باشم وقتی گوشم دقیقا همون ریاکشن دارم، یعنی نه اونقدر هایپم نه اونقدر مثلا بشنه فقط مثلا ساکت باشم. اینو میگم دقیقا همونه. اینی که بگن آقا چرا اومدی ترک دیس شایع رو ریاکشن رفتی، نمیدونم تو بی احترامی کردی، خیانت کردی، اینا این چیزا رو ما نداریم. شایع هم پس فردا بیاد دیس بک جواب بده و پانچ خفن بزنه، خب 100% من چی میگم تعریف پانچاشو میکنم، طرفدار شخص خاصی که ما اینجا نیستیم. که بریم آقا، بریم ببینیم که ترک دیگه چی کمه چطوری هست. بذار من اینم بگم، پرودوسر امید هنرور و میوزیک پروداکشن شایار، تیم همیشه گیم. بیت که ملوه حاجی، اسمشم احساسیه، باید ترک احساسی باشه. کمت بود تو چه شانس دیدنت، اینجایی هم کرنو پیشمه، چه شوری تو این همه اصلا تو را... چه شوری میگه کمه دوتا چشم واسه دیدنه، یعنی انقدر خفنی که باید دوتا چش دیگه هم قرض بگیرم ببینم اصلا تو رمت بگو این کرنو. کمه دوتا تو چه شانس دیدنت، اینجایی هم کرنو پیشمه، چه تو خوی تو این همه اصلا تو رمت بگو دیگه چی کمه، اگه میشه کنارت بد بگذره باید صدا خندمونو شر بشنوه، نباشی که تحت سمه با تو انگاری همه جا بهشتمه. مثل برد بود باختن قلبم به تو، اصلا نفهمیدم دلو به تو بستم، چه تو فقط تو بلدی خوب کنی چه جوری حالمو بخ... وایسا یه شرطت هم بهش بکنیم، الان یه نمایش توی تهران داره اجرا میکنه و واقعا هم خلوت و سیناسای همینطور، اینا آرتیست های واقعی هن که بتونن هم اجرا بکنن هم رپ بخونن هم اینقدر خوب بنویسن. مثل برد بود باختن قلبم به تو، اصلا نفهمیدم دلو به تو بستم، چه تو فقط تو بلدی خوب کنی چه جوری حالم و وقتی از همه ی آدم و خستم، به کل واسه داشتنت میزنم به قلب خطر، و اصلا به خاطرت باید زد قیدم هر، و اصلا با تو فکر میکنم کی به ضرر، و میشم درختی که بسته دل به تبر، و حتی حبس خوبه اگه باشه تو قفس تو، یه چی میگه با تو به ضرر، و میشم درختی که بسته دل باید زد قیدم هر، و اصلا با تو فکر میکنم کی به ضرر، و میشم درختی که بسته دل به تبر، اصلا تو باشی من درختی میشم که دل بسته به تبرو، یعنی من از همه چی میزنم، از زندگی میزنم دیگه، و تبر زندگی درختو قطع میکنه دیگه، میگم از همه چی میزنم اگه تو باشی. و تو حبس خوبه اگه باشه تو قفس تو، مرگم خوبه اگه باشه تو بغل تو، میشینه خنده رو لبم تو میاد نگاهت یاد یاس میام یا از اون شکوس که آدم عاشق نباشه عاشق چه تو قفس تو، مرگم خوبه اگه باشه تو بغل تو، میشینه خنده رو لبم تو میاد نگاهت یادم تو شدی تنها دلیل من واسه ادامه دادن، میشم مثل بادم جا تو موهات میپیچم، این که یه رو به هم میرسیم و تو خواب میدیدم، مثل مونو یه ایران ندیده به خودش لب تر کن، همه چیمو به پاد میریزم انگار دنیا دستمه، وقتی دستاتو میگیرم همه فرداامو فقط با تو میبینم، سری تنگ میشه دلم تا دور بنی حاجی همینو. این اگه طرف واقعا عشق واقعی باشه، چه فرداش باشه چه 40 سال دیگه، وقتی تو با طرفی آینده تو همیشه طرفو تو آیندهت میبینی. میخوام خلاصه شو بگم،
یعنی همه برنامه‌ریزی های آینده‌ات با طرفه. همه وقتی دستاتو میگیرم، همه فردامو فقط با تو میبینم، سری تنگ میشه دلم تا دور میشی ازم، میخوام اصلا صبح نشه وقتی شب با تو میشینم، ماه تو بغلم تو وقتی چشماتو دارم، اصلا جور دیگه معنی گرفتش با تو بسم، اگه نباشی پر دلم و خالی پشتم، اگه خواستن تجور من پر راضی به حکمم، کمه تو تو چشم رو سدیدنت اینجای انکل من پیشم چطور خویت. قلم احساسی و عاشقانه امیر خرات من خیلی وقتون ندیده بودم و چقدر خوب می نویسه. تو جهنم با تو برام بهشته، واسه دردای بی دوامم علاج عشق، دیوونه میکنه فکر اینکه یه روزی نباشی، آخه کل زمینو گشتم نداره مثلت، با تو هم میشه سوختم میشه ساخت، واسه ما دوتا جفت شیش چرخیده، تا استادی جون دوباره به همه انگیزه ها، موندی با مر جا دیدی لرزیده پا، امید گرما به دلم، اگه چی مثل دستات، خودتم نباشی میمونم خیره به عکسات، بگو کی مثل من گوش دلو میده به حرف، اشتباه هم باشی تکرارت میکنم هر بار، با نگاه تاب میشه حتی دل سنگ، دلم میخواد فقط با تو به رویاهام برسم، آخه مثل حس ما تو هیچ کتاب و قصه نبود، بازم بگو بهتره که چشم اصو بهتره که آجی باری کلا. یه ترک فولاده احساسی و خفن از امیر خلوت، یعنی همه مصرعای این ترک یه جوری داشت طرف رو وصف میکرد، یه یعنی مفاقا تو دیگه تهشی دیگه، به یه زن مثلا دارن انگلیسی ها که مثلا میگن she is the one، یعنی دیگه این همونه، و اینم هم خلاصش داره میگه آقا تو همونی بودی که من یه عمر داشتم دنبالش میگم، نیمه گم شدم و دیگه بالاخره پیدات کردم. نبود بازم بگو بهتره که چشم اسو کمت بود تو چشم رو سدیدنت اینجای انکارمو پیشم چطور خوی تو این همه اصلا دارمت بگو دیگه چی کمه، اگه میشه کنارت بد بگذره باید صدا خندمون شب بشنوش، نباشی که تای دستمه با تو انگاری همه جا بهشتمه. اگه تطلو بود الان یه دکلمه این آخرش میمورده میتلبید بعضی وقتا و تمام. اینم از ترک خفن دیگه چی کمه از امیر خرات و داراب. داراب مثل دوتا ترک قبلی که ریاکشن رفتیم یه کورس خفن و لطیف انداخته بود روی ترک، و از اون طرف هم واقعا ورس دوتا ورس امیر خلوت خفن بود، مخصوصا ورس اولش خیلی قشنگ توصیف کرده بود طرف، یعنی یه جوری میگفت که میگفت آقا تو حتی اگه چه میدونم بدترین چیز دنیا هم باشی من با تو راضیم، یعنی حس خوب دارم، جهنم باشی من با تو بهشتم. اینم از این ترک بچه‌ها. یه ترک دیگه هم بود اون مدت که من مسافرت بودم ریلیز شد، ترک سفیر بود، احتمالاً یا امروز یا فردا اون ترک هم ریاکشنش میره بالا و دیگه آپ تو دیت میشیم، بعد از این دیگه هر چی ترک بیاد آماده ایم، ولی فکر میکنم هم گنشت زاخار به زودی قراره که ریلیز بشه هم یکی دو روز آینده، هم فیل همچنان ما منتظریم، از اون طرف هم همین صفت یه فیچر این داره که جمعه قراره که بیاد. اون طور که بوش میاد انگار آروم آروم دوباره رفت فارسی موتورش روشن شده. حرف دیگه ندارم، لایک و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیوهای بعدی. زن زندگی آزادی.